سال انتخابات گذشته، انتخابات سال 98، اصلاح طلبان تمام تلاششون رو کردن که در سه انتخابات به دلایلی که داشتن مشارکت نکنن. یعنی حتی چند تا حزب هم که لیستی دادن بقیه احزاب نیومدن ازشون حمایت کنن. اما از چند ماه گذشته، به ویژه بعد از پیروز شدن بایدن در آمریکا، اصلاح طلبها امید فراوانی پیدا کردن برای ورود به انتخابات و همون دلایلی که میگفتن به اون دلایل در انتخابات 98 ما شرکت نمی کنیم، مشارکت نمی کنیم، برطرف نشده، شروع کردن به تشکیل ستادها و حتی یک نهاد جدیدی برای او پیشبرد اهدافشون. من میخواستم از شما بپرسم که این تغییر بازی جریان اصلاحات در سیاست داخلی هم چقدر واقعا در حقیقت تاثیرپذیر از عرصه خارجی مثل انتخابات آمریکا و پیروز شدن بایدنه و هم پیشبینیتون از این نحوه ورود به عرصه انتخابات چیه؟ آیا سیاست داخلی ایران پذیرای این نحوه ورود به جریان اصلاحات با توجه به قهلی که در سال 98 با عرصه سیاست داشته داره یا نه؟ این از همون برمیگرده به اینکه ما سیکل معروب تصمیم سازی در مجموعه سیاست ملیمون از جمله اصلاحات نداریم. من این روزا خیلی انتقاد کردم به اصلاحات، دیگه خجالت میکشم بیشتر از این انتقاد کنم، اما بذارید این نکته رو عرض کنم که ما همون اشتباهی که سال 83-84 کردیم فکر کردیم درس گرفتیم از تاریخ. متاسفانه در سال 90 انتخابات مجلس رو تحریم کردیم. من خود آقای خاتمی رفت رأی داد، انواع و اقسام فحش و اهانت رو آقای خاتمی و من دادم. اما در سال 92 آقای روحانی که اومد کاندید شد، همه گفتن ما تو انتخابات شرکت میکنیم. من نمیفهمم معنی انتخابات با انتخابات یعنی چی. هنوز درک نمی کنم که انتخابات مجلس رو تحریم میکنیم، ادبیات منفی به کار میبریم، ادبیات تحریمی ایجاد میکنیم که یکی از دموکراتیک ترین انتخابات، اگر میخوان اصلاح اجتماعی انجام بشه، اگر میخوان اصلاح سیاسی انجام بشه، اگر میخوان اصلاح ساختاری انجام بشه، بعد مجلس درستی داشت. مجلس درست درمونه که میتونه اصلاح ساختاری رو در کشور ایجاد کنه. در اون قضیه قهر میکنیم، کنار میکشیم، بعد در موقع قدرت که میشه انتخابات ریاست جمهوری همه از قبل شروع میکنیم صحبت کردن، همه نظر میدیم، همه هم احساس رسالت و مسئولیت میکنن و میانم شرکت میکنن و حرف میزنن برای انتخابات و بعد هم به تعدد تصمیمات و لیست و این نشون دهنده اینه که ما هنوز اون متعدد با آدابهی که در سیکل تصمیم سازی سیاسی باید میشدیم نشدیم. اگر ما مثال عرض میکنم یک هویت جمعی منسجم متفکر داشتیم در سال 97 میشه فکر میکرد که اگر قراره که با قهر سیاسی پیامی بدیم به حاکمیت، خب چه دلیلی داره که سال 1400 انتخاب ریاست جمهوری باشیم؟ آیا با پیام 98 حاکمیت تونسته ساختارهای خودش رو بشکنه و اصلاح کنه یا بدتر شده؟ آیا سال 98 حاکمیت اینقدر محدود سازی کرد که ما نباید شرکت میکردیم؟ علت مبقی یک نگاه و علت مستحدث یک نگاه دیگر این چیه؟ به لحاظ فلسفی و اصولی باید این مبناش روشن بشه. به نظر من بیشتر ما در عالم محسوسات داریم زندگی میکنیم. تا زمانی که سیاست که یک عالم عینی است، یک جهان واقعی است و واقع بینانه است، اسیر و گروگان عالم محسوسات باشه، شما تحول توش نمیتونید ببینید. این بزرگترین درد ماست در عالم سیاست. فرق هم نمی کنه چه اصولگرایان چه اصلاح طلبان. یک کسی مثل آقای ناطق میگه من تو انتخابات ریاست جمهوری شکست خوردم، دیگه در هیچ انتخاباتی شرکت نمی کنم، پیمانم با خودم و خدای خودم این بوده. این آدم خیلی آدم محترمیه، برای که برای حرف خودش حرمت قائل شده. این آدم نمیه سال 83 بگه من شرکت نمی کنم، سال 84 بیاد مشارکت کنه، سال 83 تحریم کنه، سال 84 خودش کاندید کنه.
سال 90 بگه شرکت نمیکنم، سال 92 خودشو کاندید کنه، سال 98 بگه فلان کار نمیکنم، بعد بیاد فلان کار انجام بده. ببینید اینا نکاتی است که در حقیقت حلقه های مفقوده توسعه یافتگی سیاسی است. یک کسی شب میخوابه، صبح بلند میشه، یک عملیات روانی ایجاد میکنه، به قصد عملیات روانی هم از اتفاقا یه دفعه این عملیات روانی تاکتیک میشه استراتژی. خب این تاکتیک و این استراتژی کجا تصریف شده؟ کجا حرف زده شده؟ من به عنوان یک عضو یک حزب جرأت ندارم و نباید داشته باشم که حرف خودم رو به عنوان نماد حرف یک حزب و حرف حزب زمانی خارج میشه که اون قدرت فکری حزب و عقل سیال جمعی و خرد جمعی حزب به اون فکر رسیده باشه و من بیان کنندش باشم. من نمیتونم بیام بگم من نظر شخصیمو گفتم بیا فلان کارم کنم. خب من دیگه کار تشکیلاتی نباید بکنم، کار حزبی نباید بکنم که نمیشه گفتش که خر قدرت و خر سیاست و یه بری سوار شد تا خره داره تو دره بپره پایین آدم ولش کنه به امان خدا. نه، اینا نشون دهنده این هستش که ما تاکتیک ها رو با استراتژی قاطی میکنیم. نشون دهنده اینه که مبانی رو، اصول رو هنوز نمیدونیم چیه. سیاست که عالم عینیست و تجلی ذهن خلاق انسانیست با عالم محسوسات و احساسات قاطیش کردیم. نتیجهش این میشه که 98 تو انتخابات شرکت نمی کنیم، اما 99 میگیم حتما 1400 بخوام شرکت کنیم. اون عدم شرکتش توجیه نداره، این شرکتش هم توجیه نداره. ببخشید. مرسی. من سوالم الان اینه، رفتار شورای نگهبان که تغییر نکرده، مردم هم میلی برای مشارکت در عرصه سیاسی نشون ندادن هنوز از خودشون. تنها عاملی که میتونه به این تصمیم اصلاحات تاثیرگذار باشه تغییر رویکرد سیاست آمریکا به ایرانه. سال ترامپ رفته، رویکرد قهری برداشته میشه و بایدن میاد و با بازگشتش به برجام ممکنه که جریان اصلاحات در داخل شانسی برای بروز و ظهور داشته باشه. شما چقدر این تحلیلی که البته در فضای مجازی مطرح شده از طرف بدنه اصلاحات، چقدر این تعریف رو قبول دارید و فکر میکنید این تاثیر شرط سیاست خارجی بر سیاست داخلی؟ اولا من ببینم، من یه پاسخ شما رو با یه اصلاحی بدم. شما ادبیات شورای نگهبان امروز رو با ادبیات شورای نگهبان 20 سال پیش و 30 سال پیش مقایسه کنید خیلی تفاوت می‌بینید. یه تحولات بزرگی تو خود ادبیات اینها ایجاد شده. نسل جدید شورای نگهبان مثل نسل قدیمشون انتزاعی فکر نمی‌کنن. به همین دلیل هم هست می‌بینید که خیلی انتخاب شده، خیلی رأی نیاوردن. از کانال شورای نگهبان خیلی پذیرفته شدن، از خود حزب 45 نفر پذیرفته شدن تقریبا، رأی نبود، ما 34 نفر بیشتر نتونستیم بریم تو مجلس. اقبال مردمی نشد بهشون، یا انسجام سیاسی اصلاح طلبان به گونه ای بود که نتونستن فرد بودن اونجا. این در رابطه با اصلاح سوال شما. اون اندازه که هم متقدم شورای نگهبان اصلاح پذیر شده، ما خودمون نشدیم. این رو بپذیریم، چه اصولگرایان چه اصلاح طلبان، این یه واقع بینام. برید تحقیق کنید ادبیاتی که امروز شورای نگهبان حاکم با این ادبیات رو 20 سال پیش 15 سال پیش با ادبیات سال 78 قابل مقایسه است. سال 78 میگه همه رو تایید صلاحیت نکردن، خروجیش چی شد که سال 82 اون اتفاقات افتاد. ببین هر کنش یه واکنشی داره، هر اتفاقی پشتوانه اون اتفاق است. اتفاقا در رابطه با آمریکا من خیلی میشه گفتش که مثلا بعضیا چنین تفسیری رو دارن، چنین گرایشی رو دارن، چنین دیدگاهی رو دارن، چنین نظری رو دارن که مثلا تعمیمش آدم بده که مثلا بایدن و دولت بایدن خب خیلی متفاوته، واقعا متفاوته. اما یادم باشه خطرات دولت بایدن از قبل دولت ترامپ بیشتره ها، چون قدرت اجماع سازی بایدن علیه ایران قابل مقایسه با ترامپ نیست.
در ماجرای ترامپ و ایران یه همگرایی با ایران اروپایی‌ها پیدا کرده بودن، اما در ماجرای بایدن اروپایی‌ها دارن فشار می‌ذارن به آمریکا در ایران، مثل داستان برجام داره میشه. ببینید یه زمانی در دولت بوش اروپایی‌ها سعی می‌کردن دولت بوش رو قانع کنن که به ایران حمله نکنه و سعی میکردن تئوریکای اروپایی رو درست کنن، جلوی جنگ جدید رو بگیرن. سعی میکردن با تئوریکای جدید اروپایی یک دیالوگ انتقادی رو با ایران شروع کنن. تا بوش رفت کنار و آقای اوباما اومد، استراتژی قرارداد آتلانتیکی اروپا متفاوت شد. اون روزای اول آقای اوباما خیلی به ایران چراغ سبز نشون داد. ببین ما سه تا اوباما داریم. اوبامایی که اومد رفت اولین سخنرانیش رو تو الازهر مصر کرد، یک سخنرانی تاریخی کرد و از دو تمدن بزرگ ایران و مصر یاد کرد و اون روز روز طلایی ما برای نشستن و مذاکره کننده مذاکره کردن بود. گرفتار آرام محسوسات و حرفای صدمنگواز شده. بعد آقای اوباما در واکنش ها و کنش هاش با آقای احمدی نژاد یه اوبامای دیگری شد. اوبامایی که در چنبره اروپایی ها گیر کرد، سازمان ملدی و شورای امنیتی روز به روز با ایران تعمیراتشون رو بیشتر کردن. ایران هم با اونها به مشکل اساسی رسیده بود. تا اینکه دولت آقای روحانی اومد سر کار. عمانی ها و آقای کری که واقع بینانه تر فکر میکرد نسبت به این قضیه به یه جنبندی رسیدن. اونا جنبندیشون مهار جنگ افزار، مهار ماجرای نان پلوفریشن و سلاح های غیر متعارف در خاورمیانه رو به این میدیدن که در ایران در یه همکاری مشترک برسید. استراتژیشون و رویکردشون دوباره متفاوت شد و توش برجام در اومد. توجه میکنیم رضا ما همین دموکرات ها و اروپایی ها و آقای اوباما رو سه تا اوباما داریم. آقای بایدنی که اومده سر کار میتونه هم فرصت باشه هم تهدید باشه. یا ما باید امریکا دقیق بشناسیم یا نباید بشناسیم. در تاریخ امریکا سابقه نداره رئیس جمهوری اومده باشه تو آفیس بعد از چهل و چند روز بتونه با رئیس جمهور با نخست وزیر اسرائیل جواب تلفنشو بده. اونم پریشب انجام شده. این نشون دهنده عمق نفرت در داخل امریکاست. یادتون باشه منتها نفرتی که من دارم میگم با نفرتی که ما داریم متفاوته. نفرت ما عملیاتیه یا یه اتفاقی توش میفته. نفرت اونا نفرت همینه که چه روز جواب تلفن طرفو نمیدن، پنج روز جواب تلفن طرفو نمیدن. عربا نتونستن هنوز در حلقه نفوذپذیر لابی پذیر سیستم پیچیده امریکایی در دوره دموکرات ها در دولت دموکرات بایدن هنوز نفوذ میکنه. اگر ما تلاش نکنیم نفوذ میکنه. آمریکا سرزمین بکر سرمایه گذاری هاست، سرمایه گذاری سیاسی. شما سرمایه گذاری نکنی اسرائیلی ها میکنه، شما تلاش نکنی عربا میکنه، شما تلاش نکنی ایرانی های ضد انقلاب میکنی. تیم آقای بایدن قوی ترین و نزدیک ترین تیم سیاست خارجی در داخل امریکاست که جز علاقمندان به ایران هستن. ترجیح میدم بازنده انتخابات باشم تا پاسخگوی به سوالات مردمی که خودم درش نقشی ندارم. توجه میکنید. یه جمله شما بگم، پوریای ولی میگفت پهلوان قهرمان شدن کاری نداره، پهلوان شدن هم با تمرین کاری نداره، پهلوان موندن و قهرمان موندن سخته. آیا با شخصیت های سیاسی که پاسخگوی فکر شما نیستن میشه شما به تفاهمی برسید و اونا پاسخگوی به شما باشن؟ پاسخگوی معلوم نیستن، پاسخگوی به همفکران خودشون نیستن، چطور میتونن پاسخگوی ما باشن؟ بله در یک زمانهای تهدیدات ملی امنیتی که به وجود میاد بعضی از ادوار تاریخ
اومدن استثناء قائل شدن. مثلا در فرانسه در جمهوری پنجم مردم فرانسه در برابر حجمه سنگین کمونیست‌ها قرار گرفته بودن، سوسیالیست‌ها و گلیست‌ها با هم پیوند کردن و جنرال دوگل رو تقویت کردن و اومد شد رهبر فرانسه جمهوری پنجم. همین اتفاق در سال 1381 رخ داد، موقعی که سنترالیستا در فرانسه لوپان داشت پیروز میشد و توی دوره اول انتخابات رأی آورد 20% سوسیالیستا حذف شدن، لوپان شد رقیب شیراک، تمام سوسیالیستا آمدن پشت آقای شیراک قرار گرفتن که سنترالیستا کسانی که ناسیونالیست نیستن بلکه بسیار آدم های خشنی هستن و فرانسه دوره استعماری رو میخواستن احیا کنن، فرانسه دوره جهانگیری رو میخواستن احیا کنن، اون تفکر رو احیا کنن، اومدن در مقابل اون وایسادن و شیراک با 82% یا 81% شد رئیس جمهور فرانسه که سوسیالیست و گولیست با هم دیگه تو خیابون شادی میکردن. قوقا بود فرانسه، یه دوره تاریخی بود. اونها فرانسه رو در معرض بزرگترین بحران و انحراف و خطر میدیدن. این اتفاقات و ائتلافات در تاریخ طبیعیه، ولی ما در چنین مرحله ای نیستیم. ما تالورنس آدم هایی که داریم با آدم هایی که اونا دارن، با آدمی که میخوایم اجاره ای باشه یا نباشه، تالرانس 1% نیست، 5%، 3%، 4%. شاید در خیلی از مسائل فضیلت های یک فرد دیگه که نشکفته و ناشناخته است بیشتر از ایشون باشه. من علیه آقای لاریجانی حرف نمیزنم، آقای لاریجانی دوستمه، بهش احترام میگذارم، خیلی هم آدم محترمیه، آدم واقع بینی هم هست، آدم با تجربه هم هست. آقای لاریجانی سرمایه ملی این کشور الان، نمیشه آقای لاریجانی با آقای لاریجانی دوره تلویزیون مقایسه کرد. همونطور که مقایسه به تکامل و تکوین عقل مشاطه انسان هستیم، در این مورد هم باید قائل به این باشیم که آقای لاریجانی تکاملش، تکوین فکریش و ذهنش و جهانبینیش تغییر کرده، شاید به هم نزدیکتر باشه آقای لاریجانی از خیلی دیگه. ولی به عنوان یک جریان، اگر تا زمانی که تکلیف آقای روحانی لاجنی مشخص نشده، آقای لاجنی نمیتونه وسط لافاش نقش آقای هاشمی رو بازی کنه. تکلیفش باید مشخص باشه، نسبتش به حقوق بشر، نسبتش به حقوق زن، نسبتش به حقوق کودک، نسبتش به سرمایه‌گذاری خارجی، نسبتش به سیاست خارجی، نسبتش به سیاست داخلی، نسبتش به آزادی احزاب، نسبتش به تحولات اجتماعی که در جهان داره صورت میگیره، نسبتش با دانش‌های جدید، نسبتش با انقلاب هوشمند. تو این دوره جدید پهنای باند رو بس فلان که دنیا داره پهنای باند ارتزاق میکنه. ما در یک موقعیت جیوتکنولوژیک جهان قرار گرفتیم. پهنای باند برای ما میتونه سالی 10 میلیارد دلار پول بیاره. پهنای باند میتونه در این کشور 2 میلیون 3 میلیون شغل ایجاد کنه. بریم چشمون ببندیم بریم که به خاطر احتمال داره دو تا فیلم فلان ببینه، خب ببینه مردم اگه بتونن برن با چاقو، چاقو میشه محروم کرد؟ بریم چاقو کسی استفاده نکنه، ابزار میتونه قاتل شه، بعد عقل و فرهنگ داشته باشه استفاده نکنه، همین آجر هم میتونه عامل قاتله باشه، بعد آجر هم فروشش محرام بشه، چاقو هم حرام بشه. نه، فرهنگ که بره بالا، سلف دیفنس انسانی، سلف کنترل، خود کنترلی و خود مدیریتی و خود اخلاقی و خود فرهنگی مهمترین عنصر اول. آقای روح‌الله لاریجانی مسائلش رو مشخص کنه، هویتش یه هویت جدیدی بشه، کسی همه میتونن باش احترام بگذارن، میتونه چی بشه، منطقه نه که ما فقط به صرف اینکه طرف میتونه با حاکمیت ارتباط داشته باشه، میتونه با حاکمیت دیالوگ برقرار کنه، نه، خیلی دیگه هم هستن که میتونن برقرار کنن، خیلی دیگه هستن که در سبد ملی صاحب حرف هستن، میتونن حرفای چیزی تری بزنن.